سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز در خدمتتون هستیم با یه مکان تاریخی به نام بوتیک هتل رزاز در خدمتتون هستیم و میخوام که همه قسمت‌هاش رو با هم بازدید بکنیم. جاتون خالی صبحونه رو خوردیم، بریم که با هم کل هتل رو ببینیم. خب دوستان، من میخوام که خونه را از پشت بوم براتون توضیح بدم تا قسمت های پایین. اینجا راپله ای که میره به سمت بام، حتی این قسمت ها هم چوب ها و مسئله ها و پله هایی که از قدیم بوده. بفرمایید، در خدمت. خب دوستان، اینجا در خدمتتون هستم تا از تاریخچه خیلی قدیمی این خونه باستانی براتون یه توضیحات مختصری بدم که البته در اینترنت هم بخوای سرچ بکنی تاریخ کاملش رو براتون توضیح میدن، ولی ما اینجا دعوت شده بودیم و از قبل هم چند بار دوستان، نرگس جون، مامان اسمت، همه اینجا اومده بودن و دلشون می‌خواست که منم بازدید کنم. وقتی من اومدم اینجا دیدم که خیلی خیلی محیط قدیمیش رو دوست دارم و دلم می‌خواست که با شما به اشتراک بذارم. دوستان، تاریخ این خونه باستانی و قدیمی ایرانی در تهران واقع در میدان بهارستان هست، ولی تاریخ ساختش رو در دسترس ندارن و تقریبا 150 تا 200 سال پیشش مشخصه که این خونه به دست چه کسانی بوده، که زمانی که آقای سید حسن شجاعت، معروف به پهلوان رزاز که یکی از پهلوانان و جوانمردان دوره قاجار و پهلوی بودن، ایشون اینجا رو خریداری کردن در سال 1270 و اینجا کل خانواده ساکن شدن تا 57 سال اینجا سکونت داشتن، که این خونه شامل این ایوان هفت خان هست که از بالا شروع شده، بعد اتاقهای شاهنشین داره، زاویه داره، خزینه داشته، یه زورخونه شخصی برای خود پهلوان بودن، بعد مطبخ خونه، شربت خونه که حالا همه رو با هم میریم میبینیم. اینها جزو قسمت‌های مختلف این آثار
این خونه هستش. این خونه زمانی که پهلوان رزاز دیگه حالا با راست میفروشن اینجا رو به دست شخص دیگه میاد که مشخص نیست، ولی ایشون هم با راستشون اینجا رو میفروشن و زمانی که ایشون میان اینجا قسمت زورخونه و خزینش رو تخریب میکنن و یه به اصطلاح مکان جدیدتری اضافه میکنن به خونه، ولی بقیه منزل به همون شکل باقی میمونه تا اینکه جناب مهندس علی جعفر نجات، یکی از حامیان آثار باستانی و آثار تاریخی و علاقمندان این هنر هستن که از صنعت گردشگری و توریسم هم خیلی سررشته دارن، ایشون که به اصطلاح یکی از جهانگردان هم هستن و افتخار آشناییشون رو با ایشون داشتیم، این منزل رو خریداری میکنن و حدود 2.5 سال مرمت این بنا طول میکشه و به طور مداوم، و ایشون خیلی زحمت کشیدن و این خونه رو به شکل بوتیک هتل در آوردن، یه مهمانخانه خیلی زیبا، دلنشین، با آرامش و فوق‌العاده دلانگیز و دوست داشتنیه. برای دوستانی که خارج از کشور هستن و برای دوستانی که در داخل کشور هستن، حداقل یک بار بخوان اینجا یه تجربه رو داشته باشن، خیلی خیلی مطمئنم از این تجربه لذت میبرن. ایشون تمام توضیحات رو در رابطه با ساخت این بنا و زحماتی که ایشون کشیدن کاملا در پیج خود هتل رزاز هست که به چه صورت اینجا مرمت شده. حالا دلم میخواد که با هم بریم و این خونه قدیمی و فرسوده ای رو که به دست آقای مهندسمون آقای جعفر نژاد زحمتش رو کشیدن و تبدیلش کردن به این بنای تاریخی و زیبا و باعث شدن که ما نسل دیگه بتونن از این آثار استفاده کنن و لذت ببرن. امیدوارم شما بتونید یه شب تاریخی رو در این هتل بگذرونید. ایوان هفت خان که اسمش هم روش هست، از دیواراش اگر دیدن بکنید متوجه میشید که تمام قسمت های از شاهنامه فردوسی رو روش حکاکی کردن و بنا به همین ایوان هفت خان نامیده میشه و تونستن که کاملا این قسمت ها رو بازسازی بکنن. این قسمت هم یه تخت بزرگی هستش که تو ایوان هست، حتی زمستون ها روش کرسی میذارن برای مهمون ها و ازشون پذیرایی میشه، خیلی دیدنی و لذت بخشه. با من همراه باشید که بریم قسمت‌های دیگه این هتل زیبا رو نشونتون بدم. اینجا راهروی ورودی به سمت حیاط هست که جالب این که بهتون بگم آقای مهندس هم خودشون هر چیزی که دوست داشتن قدیمی و اصل بوده خریداری کردن برای این هتل، یعنی هیچ چیز فیک رو نمیبینید و همینچنین چیزهای قدیمی که از خود پهلوان رزاز موندن رو به یادگار به عنوان نماد در همین هتل استفاده شده. همطور که میبینید زنگ‌های زورخونه هستش که این قسمت خود پهلوان داشتن و ازش استفاده می شده.
اینها رو هم بهش میگن کبوده که پهلوانان قدیم برای ورزششون ازش استفاده میکردن و همینطور این زنجیر که بسیار مردان نیرومند و توانمندی رو میخواسته که از این استفاده بکنن. من موندم که این به اینا میگن میل، این میل ها رو چطوری جا به جا میکردن و باهاش ورزش میکردن که الان تو باشگاه جدید میل های جدید هست ولی دیگه به این شکل نیست، ولی خب خیلی سنگینه، خیلی نمیشه تکونش داد. این قسمت هم که ضلع غربی ساختمون هست که گفتم قسمت زورخونه شخصی پهلوان بوده که تخریب شده، الان به حالت سالن پذیرش در اومده، پذیرش هتل هست که اینجا میاید و دوستان در خدمتتون هستن. خب بریم تو حیاط. بفرمایید. رسیدیم به حیات ساختمون، دوست داشتم که ببینید که چقدر نوستالژی و دوست داشتنی هست. بعد با هم این اتاق را میبینیم، همطور که میبینید دو اتاق هست و این اتاق ها کاملا مجهز شده برای پذیرش مهمان های خارجی و داخلیمون و کاملا بازسازی شده و خیلی در این حال که قدیمی هست، در این حال اون استراحتگاه ویژه و توانمندی هستش که بتونید کاملا در اون احساس آرامش بکنید. این قسمت اتاق شاهنشینه که با هم میبینیم. اینجا اتاق شاهنشین رو داریم که به دعوت مدیریت هتل محل اقامت ما در دیشب اینجا بود که آشپزی هم که انجام شد رو شما حتما میبینید. حالا بعد داخلش رو هم نشون میکنیم. این قسمت ها به اصطلاح سرداب های قدیمی بوده و مطبخ خونه و قسمتی به نام شربتخانه که با هم میریم ببینیم. بفرمایید. این قسمت هم یه سری وسایل قدیمی به اصطلاح منزل بوده، اما از سماور زغالی، پاسماوری، وسایل دیگه، ساعت قدیمی، استکانهای شاه‌عباسی خیلی قدیمی. میگم این خونه چون از دوران قاجار هست خیلی وسایل قدیمی هم داخلش بوده و خیلی هاش هم که بعداً تهیه شده، ولی همشون تاریخی و اصل هستن. ببینید چقدر زیبان، من که خودم عاشق آثار قدیمی هستم. اینجا میریم با هم شربت خونه رو ببینیم. اینجا شربت خونه ساختمون هست که خیلی محل خوبیه برای استراحت، مطالعه و نوشیدن دم نوشاد، چای و قهوه که میتونید ازش استفاده کنید و همیشه اینجا آماده و مهیا هست توی هتل. این قسمت رو آقای مهندس انقدر که براشون آثار باستانی ارزشمند بودن، آقای جعفر نژاد توضیح که میدن تو توضیحاتشون میگن که حتی
اینجایی که مطبخ خونه بوده حالت دودزدگی آجرها نشون میده که مال همون 150 سال پیشه، که حتی تو توضیحاتشون میگن که یه سری از آجرها اینقدر با دقت در میاد و دوباره از به حالت برعکس ازش استفاده میشه که اون نمای خودش رو داشته باشه، و اونجایی هم که واقعا تخریب شده بازسازی شده، ولی بیشترش همون آجرها و اون مصالح قدیمی خودش رو سعی کردن که حفظ بشه. اینجا هم وسایل قدیمی رو گذاشتم. حالا یه توضیحی براتون بدم، جالب بود. دیروز من اومدم اینجا، یعنی دیروز که رسیدیم، که من تا نصف روز هنگ بودم، به خاطر اینکه خود من هم کودکیم توی خیابون ری میدون شاه سابق یا هم مولوی خودمون گذاشته، و اون زمان هم ما هم یه همچین خونه داشتیم تاریخی که متاسفانه اونا تخریب شدن. البته خیلی از خونه های قدیمی تهران تخریب شدن و ساختمان های جدید ساخته شد، و علاقه منداری مثل آقای جعفر نجات تونستن که بعضی از این خونه ها رو نجات بدن برای نسل های آینده که بتونن ازش لذت ببرن و تاریخشون رو زنده نگه دارن. دیروز که من اومدم اینجا از این تلفن استفاده کردم، چون منزل قدیمی ما هم جزو معدود خونه های اون زمان بود که تلفن داشت، و پدرم که بازار بودن همیشه از این تلفن استفاده میکردیم و بهشون اطلاع میدادیم که مثلا ناهار حاضره، چون ناهار خونگی رو خیلی دوست داشتن. بعد میرزاشون میومدن و غذا رو میبردن بازار. بعد از این تلفن ما استفاده میکردیم. دیروز وقتی که من این تلفن رو استفاده کردم، خواهرم که اینجا بودن دقیقا گریهشون گرفت. بودم خواهر، من فقط میخواستم که خاطری از اون زمان برات تداعی بشه، نمیخواستم گریه کنی. چون گوشی رو برداشتم، شماره گرفتم، اینجا به این شکل شماره گرفتم، شماره بازار تهران هم 5 رقمی بود، شماره گرفتم و گفتم که الو، سلام آقا جون، حالت خوبه؟ خوبی؟ نهار حاضره، بدم شاگردتون بیاره. بعد مامان میگه خونه نمیان. اینا رو صحبت کردم دیگه، خواهرم شروع که بگیری که الان خدا رو که میخوام بگم گریه میگیره. ولی خب روزگار میگذره و خاطرات خوب شیرینش برای ما میمونه. این هم از جمله وسایل قدیمیه که آقای جعفر نجات تهیه کردن، و گفتم چیزایی هم بوده که از قدیم توی این منزل بوده رو حفظ کردن و دوباره به عنوان تزئین ازش استفاده شده. این هم از پنجره‌های سردابای قدیم که الان مطبخ‌خونه رو داریم اینجا، البته به خاطر استفاده عمومی و بسیار عمومیش اومدن شیشه گذاشتن که گرم بمونه. سردابهای قدیم تقریبا حکم یخچال رو داشت، چون قدیم یخچالی نبود، و سردابها زیر زیرزمین هم حتی ساخته می شدن که باعث می شد که وسایل و مواد خوراکی، چون اینقدر خنک بود، تا مدت ها می تونست استفاده داشته باشه. حتی قرمه درست می کردن، روغن های محلی، میوه های فصل، اینا همه اونجا حالت انبار میشد و ازش استفاده میشد فقط به خاطر خنک بودنش. اینجا یکی از درهای ورودی بوده که از داخل کوچه هست و الان بسته است، فقط یه در ورودی ازش استفاده میشه. حتی درهای قدیمی و اینا، درهای خود زورخونه شخصی جناب پهلوان بوده که ازش استفاده میشده، بعد عنوان نماد و تزئین دیوار ازش استفاده شد. این هم درهای قدیمیه که خیلی قدیمیه و بازسازی شده و مرمت شده و گذاشتن برای دیدن اون. این قسمت هم حوضخانه و قسمت خزینه قدیمی بوده که ازش استفاده می شده، الان در حال مرمت هست و درش بسته است. اینجا یه سری که بازسازی شد و استقبال زیادی که مهمانان از اینجا داشتن، این شد که آقای جعفر نجات کمر همت رو بستن و یه سری دیگه تزیینات بهش اضافه کردن و بازسازی جدیدتری رو انجام دادن.
کنارهای اتاق، کنارهای ساختمون یه سری اتاقای گوشه‌ای بود، یه مثلا حالتی که به اصطلاح انتهاش زاویه دار بود یا شکلش کاملا مربع نبود، و از کنارهای ساختمون بهشون گفتن که اتاق زاویه، که این اتاق زاویه معمولا مثلا دو طرف شاهنشین قرار میگرفت، جدا میشد و ازش استفاده میشد. این هم اتاق شاهنشین هست که ما دیشب مهمان این اتاق بودیم، جای همه دوستان خالی. اینم از عکسای قدیمی خود پهلوان هستن که اینجا گذاشته شده. اینم کوچه شجاعت به نام خود پهلوان ثبت شده که ضلع شرقی هتل هست. اینم با یکی از درهای ورودی. خب دوستان، رسیدیم به پایان این ولایت خاطر انگیز و نوستالژی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دیگه موقع خداحافظیه.